خوشحال هستیم که در برنامه امروز مهمان عزیزی رو داریم که در قسمت گفتگو با ما همراه هستند. برادر حسام، به برنامه کلمه خوش آمدید. خیلی خوش آمدید برادر حسام. داستان زندگی کمی رو با هم دیدیم که چجوری میخواست به رشوه خالی رو بیاره. به نظر شما چه عاملی باعث میشه که خیلی از مردم به مسئله رشوه خالی کشیده میشن؟ رشوه به بیان خیلی ساده شاید بتونیم توضیحش بدیم که از کجا شروع میشه. اینه که شخص میخواد به یه هدفی برسه، یه خواسته داره تو زندگیش، ولی موانعی هست سر راه رسیدن به اون هدف. در نتیجه به این فکر میفته که من باید به خواستم برسم، ولی چیکار میکنم؟ یه هدیه میپردازم. ولی اون هدیه در حقیقت چیه؟ رشوه است. این کار شاید به نظر خیلی عادیه، ما نگاه کنیم این کار اشتباهی نیست، ولی اون شخص در حقیقت داره چیکار میکنه؟ داره برای رسیدن به خواسته ای که داره حقیقت رو زیر پا میگذاره و از یک راه غیر قانونی، راهی که مجاز نیست تو جامعه، اون راه رو انتخاب میکنه برای به هدفش برسه. پس ایشون داره یک کار اشتباه میکنه که حقیقت و راستی رو زیر پا میذاره. دومین نکتهش اینه که انگیزه خیلی مهم هست. شما ممکنه به یه نفری هدیه بده، هیچ اشکالی هم نداره، ولی اگه نیتتون یا قصدتون از اون چیه یک اشتباه هست، در نتیجه اون هدیه تبدیل میشه به رشوه که کار درستی نیست. پس اگه نگاه کنیم یه شخص همینطور خودش رو مجاز میبینه، دیگری رو مثل که داره خریداری میکنه با این پول، داره یه دروغی میگه به یه شخصی، و تو این هم همش چیه؟ هدفش خودخواهی هست. من باید به هدفم برسم، هر مانعی هم هست با رشوه از پیش پام برمیدارم. این شاید میگم خیلی ساده و مختصر در مورد رشوه. حالا به این طور افراد چطور میشه در واقع کمک کرد که از این عملشون دست بردارن؟ من فکر کنم یکی از بهترین راه ها اینه که چون رشوه حقیقت رو زیر پا میذاره، ما با ایستادن روی حقیقت، ما با مهم بودن راستی و حقیقت تو زندگی میتونیم با اونها کنار بیایم، بهشون نشون بدیم که موانع رو همیشه نمیشه با هدیه و رشوه از پیش پا برداشت. ما باید تلاش کنیم، ما باید کوشش کنیم برای اینکه به هدفمون برسیم. خواسته همیشه نیروی انسانی میخواد. بعضی موقع کمک از دیگران ما لازم داریم، بعضی موقع واقعا شخص دعا میکنه از خدای کمکی میخواد. میبینید که راه های مختلفی هست برای اینکه کمک میشه به شخص که به هدفش برسه. چرا این شخص به سراغ رشوه بیاد؟ در نتیجه این بعد اینکه ما نمیتونیم هر وسیله رو استفاده کنیم برای رسیدن به هدف، این هم چیزی که باید به شخص تفهیم بشه. اینکه شخص تو جامعهش مسئوله که از راه‌های درست و قانونی یک کاری رو انجام بده، نه کارهای اشتباه. عمل هر شخص تو اجتماعی که زندگی میکنه اثر میذاره. اگه شخص رو راستی حقیقت بیسته، میتونه رو تاثیر مثبت بذاره رو جامعهش. اگه رشوه بده و منفی زندگی کنه، همطور میتونه جامعه رو به فساد بکشونه. مثلا فکر کنم که گفتن حقیقت بهش که خیلی حقیقت مهمه. دوم انگیزه است. بهش بگیم که نیت و قصد مهمه. درسته که مخفی در درون شخص هست، ولی ما انگیزه هامون خیلی مهم هست برای رسیدن به هدف، و خدا همه انگیزه های درونی ما رو میبینه، و اگه اشتباه باشه خب ما اونجا محکوم میشیم در حقیقت از نظر خدا. درسته. بعد حساب دیدگاه کتاب مقدس در مورد رشوه چیه؟ خب کتاب مقدس خیلی به نظر من واضح و روشن میگه که خدا، که خدای کتاب مقدس، از رشوه تنفر داره، متنفر هست. در کلام اومده، در عهد عتیق نگاه کنیم، تصنیه میگه که او هیچ وقت طرفداری نمیکنه، رشوه نمیگیره. خدا هیچ جور اجازه نمیده به انسان که از هر وسیله‌ای اشتباه برای رسیدن به خواسته خودش استفاده کنه. شما نگاه کنید در کتاب مقدس ما شیوه قربانی دادن و هدیه به خدا رو داریم. توی ادیان دیگه یا که خدایان داشتن، اینا می اومدن یه هدیه میدادن، ولی در واقع رشوه میدادن به خدای خودشون که خدا تو بر ما خشم نگیر یا به ما برکت بده. ولی خدای کتاب مقدس میگه نه، تو میتونی هدیه بیاری، ولی نیت و انگیزت خیلی مهم هست برای این هدیه. چرا؟ چون که این انگیزه و نیت اشتباه اون هدیه رو چیکار میکنه؟ اون هدیه پاک رو میکنه یه هدیه گناهالود در حقیقت، پس میشه رشوه. پس این چیه؟ این یک گناهی حساب میشه برای شخص. پس من فکر کنم در عهد جدید هم وارد میشیم، میبینیم که مسیح هم روی انگیزه ها، نیت های دل خیلی تاکید کرد. گفت
اطاعت کن. اطاعت خیلی مهمه حتی از قربانی دادن. ولی اگه قربانی هم میشه تایید میشه. مسیح ما رو دعوت میکنه که مثلا بدهیم، میگه که دادن از گرفتن فرخنده تره. من فکر کنم این تشویقی که کلام خدا میکنه. و در جایی که در یکی از مثالها مسیح میگه که در مورد خوردن نوشیدن میگه، وقتی که اشکال میگن از اینکه شخص چیزی میخوره نجس میشه اینها، و میگه که نه، نیت‌های درونی هست که میاد بیرون و آدم رو نجس میکنه. در حقیقت همون نیت و انگیزه رو داشت هدف قرار میداد. کتاب مقدس به هر حال رشوه رو نتیجه دلی میبینه که خیلی فاسد هست و از خدا فاصله گرفته. خیلی ممنون برادر سام از مشورت‌های بسیار عالی شما. خداوند شما رو برکت بده. تشکر از شما. دوستان عزیز، برنامه امروز ما رو شما دیدید و متوجه شدیم که رشوه خاری چقدر میتونه ضربه بزنه به زندگی ما در هر دو صورت، چه بخوایم رشوه بدیم و چه بخوایم رشوه بگیریم. من نمیدونم که زندگی شما در چه شرایطیه. شاید بعض وقتا تو موقعیت‌های قرار گرفتید که مجبور شدید رشوه بدید و کارتون را بیفته، و شاید به شما رشوه دادن و خواستن که شما رو یه جوری تشویق کنن که شما کارهای غیرقانونی انجام بدید، ولی همونطور که شنیدیم این کار برخلاف میل خداست و خداوند از این کار خوشحال نمیشه و هیچ برکتی تو زندگی ما نخواهد بود اگر در این مسیر بخوایم حرکت کنیم. من میخوام که به خداوند اعتماد کنید و زندگیتون رو به خداوند بسپارید و بذارید که عیسی مسیح تمامیت زندگی شما رو در بر بگیره، و اون موقع میبینید که در خدا چه امنیتی دارید و هیچ تهمت و هیچ رشوه‌خواری و هیچ چیز تو زندگی شما جای نخواهد داشت. اگر شما داستان شبیه زندگی کریم دارید، لطفاً به ما خبر بدید، ما داستان زندگی شما رو به کار ببریم در برنامه‌مون. بله، اگر مایل هستید که با ما در ارتباط باشید، میتونید با آدرس ایمیل tv@kalame.com برای ما ایمیل بفرستید و یا با شماره تلفن 2044-1483-410-933 به ما زنگ بزنید و میتونید برای ما پیغام بگذارید. ما حتما با شما عزیزان تماس میگیریم. عزیزان فراموش نکنید که تو هر شرایطی که باشید عیسی مسیح شما رو دوست داره و میخواد دست پرمهر و محبتش رو به زندگی شما بیاره و شما رو از اون تاریکی و غم و افسردگیتون نجات بده. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه. به امید دیداری دوباره. این انتقام است که اگر بر مرکب غرور سواری در مرز بیپناهی پیادت میکند، انگشت تهمت به چشمت نزدیک و دست بسته و متحیر روبروی آینه می نشاندت. در تارهای عنکبوتی تهمتی ناروا، آنگاه که سر در گریبان و تنها راه به جایی نداری از غمها، آنگاه که صدا در گلویت مرده، چهرت رنگ زرو برده، آه اگر یک قطره زلال آب، یک صخره نجات، آه اگر یک پناه واقعی، یک صدای ناب. آری این خیال نیست، عیسی که خواب نیست، و شکستن هر تیر ناروا به سوی تو عیسی را محال نیست. در سایه عظیم صخره نجات عیسی ستاده با آن زلال آب.